د ټاکنو للارې راتلونکو حکومت ته د واک د لیکت په خاطر د افغان حکومت چمتووالی. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغان حکومت په دې شرط چې سوله راشي هر ډول قربانۍ ته تیار دی، او د ده په خبره چمتو ده چې د ټاکنو له لارې واک راتلونکي حکومت ته وسپاري. محب وایي هیڅوک د زور له لارې واک ته نشي رسیدلی، او اوسنی حکومت هم نشي کولی چې خپلې اوږې له مسؤلیت سپکې کړي او له واکه لاس په سر شي. ما حاضر هستیم هر وقتی که انتخابات صورت بگیره اینمی قدرت برای حکومت آینده تسلیم بکنیم، ولی ای که ما از ترس از ای که فشار زیاد است شانه خود خالی کنیم و خدا نخواسته ای کشور بمانیم به طرف بحران برود، ای کار به هیچ صورت و هیچ وقت نه اجرا میکنیم. محب وایي د امریکا لخوا د وړاندیز شوې طرحې په اړه راټولې شوې ارزونې به د مصالحې عالي شورا د رهبرۍ له کمیټې سره شریکې شي. په دغه ناسته کې امنیتي چارواکو وویل چې طالبان پر لویو ښارونو د بریدونو پلان لري. دوی وایي په تیر یوه کال کې طالبانو په تاوتریخوالي کې 24% زیاتوالی راوستی. مشورات ها جریان داره، سبا هم فردا هم یک جلسه در شورای عالی مصالحه است که می بررسی هایی که از افراد مختلف و پرسان هایی که شده بود اونا را جمع آوری کنیم و به یک نتیجه اگر امکان داشته باشه برسیم تا به شورای امو جلسه کلان شورای عالی مصالحه او را ارائه کنیم. متاسفانه طالبا در این اواخر بالخصوص در شهرهای بزرگ مثل ننگرهار، هرات و مزار و شهرهای بزرگ دیگه پلان دارد که خشونت از زیاد ببخشد. حالا هم ما در می دوره ای را که سپری کردیم به نام کاهش خشونت، طالبا بعد از امضای موافقت نامه با امریکایی‌ها 24% در حملاتشان به مقایسه به سالهای گذشته افزایش آمده. وقتی که ما کاهش خشونت میگیم باید یک تعریف هم داشته باشه که به چی شکل. چرواکی وایي د افغان سولې په باب په ترکیه کې د جوړېدونکې ناستې د اجنډا پر سر له طالبانو سره د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوي ترکیه او امریکایي استازو خبرې دوام لري. دوی همداراز په بهسودو کې د غیر مسوله وسلوال قمندان علیپور پر ضد د عملیاتو د دوام خبر هم ورکوي او وایي چې علیپور او طالبانو ته په یوه سترګه کتل کیږي. از ترکیه تا بال امادگی ها صورت می گیرن. تیم مذاکره ما در دوحه با هم با طالبا و هم با امریکایی ها در صحبت است که امادگی برای ترکیه گرفته شود. کدام نتیجه ملموس تا بال نامدن بر ما طالب و علیپور هر کسی که اخلالگری میکنه و مردم ما را به شهادت میرسانه یکیست. با ما اساس از کردوش ما یک قسم کتشان برخورد میکنیم و کدام تفاوت هم نیست. افغان حکومت داسې مهال د وخت وړاندې ټاکنو له لارې نوي حکومت ته د واک د لیکت خبره کوي چې تمه ده د افغان سولې او راتلونکي حکومت د جوړېدو په تړاو د استانبول جوړېدونکې ناسته نهایي پریکړه وکړي.